کوهگیروی و بویراحمد با برخورداری از 300 چشمه زلال و گوارا استانی مستعد برای سرمایه‌گذاری در زمینه آبمعدنی است. الان در حال ما دو خط تولیدی داریم که یک خط 1.5 لیتره و یک خط 0.5 لیتره. توانستیم خط تولیدمون رو از 10000 بطر در سال 78 همکنون به 120000 بطر در روز برسونیم. همکنون 19 کارخانه آب معدنی در استان وجود دارد که محصول تولیدی آنها به مناطق مختلف کشور ارسال می شود. استانهای مختلفی پوشش می دیم ما. استانهای همجوار که همیشه بودن همراه ما، اصفهان، فارس، هرمزگان، خوزستان، تهران. خب مشهد مقدس هست که ما افتخار اینو داریم که حرم امام رضا رو تمام آبرسانی اونجا به عهده ما هستش. حجم تولید این 19 واحد بالغ بر 700 میلیون لیتر در سال هست. بخشی از اینا حدود 25% تولیدات اینها به کشورهای همسایه و عمدتاً تعدادی از کشورهای حوزه خلیج فارس صادرات داره میشه. محصول تولیدی این کارخانه ها قبل از اینکه روانه بازار شود باید فرایند استانداردسازی خود را طی کند. در اینجا ما نمونه‌مون رو از روی خط تولید برمی‌داریم و از لحاظ فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار میدیم. محصولمون باید شفاف باشه، مواد معلق نداشته باشه، لیبلش خوب خورده باشه. افزون بر 2000 نفر در کارخانه های آب معدنی استان به کار مشغولند. الان نزدیک به 2 سالی که اینجا مشغول به کارم. خدا رو شکر از کار راضی هستیم. شغلمون هم انبار و بارگیریه. در مدت 3 سال ویژه مشغول به کارم. کار من برند لیفتراک و مسئول کنترل آمار سالنم. از دیگر مزایای قابل توجه این سرمایه گذاری ارزشمند می توان به وجود یک کارخانه جنبی در یاسوج اشاره کرد که بطری های مورد نیاز کارخانه های آب معدنی استان را تولید و تأمین می کند. کیفیت این دستگاه به شکلی که 0 تا 100 مواد اولیه تا مرحله بسته بندی رو به طور اتوماتیک کامل خودمون انجام میدیم. نیاز به خرید پریفرم یا سایر مسائل جانبی از بیرون ما نداریم. با وجود این همه مزایا اما گویا صنعت آب معدنی در استان با یک دغدغه اساسی دست و پنجه نرم می‌کند. ما باید بمونیم تا یه تریلی از شمال، از تهران، از جای از همه جنوب بال بیاره توی یاسوج، بعد همه کارخونه‌ها چشم انتظارن اونو بگیریم، بگیم بال برامو ببره. در بلند مدت بحث حمل و نقل با ایجاد مسیرهای جاده‌ای که در استان داره ایجاد میشه و با استانهای همسایه و مجاور داره وصل میشه قطعا حل خواهد شد. در کوتاه مدت از طریق ایجاد شرکت‌های باز حمل و نقل مشترک بین اینها و همچنین تشویق انجمن صنفی حمل و نقل و اداره راهداری و حمل و نقل تا حدودی مشکل مرتفع شده، اما امیدوار هستیم به صورت کوتاه مدت و در اسرع وقت مشکل بتونه مرتفع بشه. هم اکنون مجوز 12 کارخانه آب معدنی جدید در استان صادر شده. به گفته این مسئولان با بهره برداری از این کارخانه ها کشورهای آسیای شرقی مقصد بعدی آب گوارای دنا خواهد بود.